دوستان خیلی خوش اومدید. من دکتر آرش کمالیان هستم. رشته من اتنومیوزیکولوژی هستش. اتنومیوزیکولوژی رشته است که درباره موسیقی جهان صحبت میکنه. یعنی مثلا قسمتی از موسیقی جاز، قسمتی از موسیقی آفریقایی، قسمتی از موسیقی هند و موسیقی میدل ایست یا همون موسیقی خاورمیانه که من رشته اصلی موسیقی ایرانی بوده. یعنی من تیسیسم رو در رشته در موسیقی ایرانی گرفتم و بازم تز من در باره ردیف موسیقی یا همین کتابی که اینجا داریم مثلا کتاب هفت دست با هستش میخوام در باره این صحبت کنیم. اولین چیزی که به نظر من میرسه این هستش که ما یه مقدار در باره تاریخ موسیقی رو صحبت کنیم که این موسیقی از کجا اومده و به کجا میره. خب هر جا که احساس کردید که میخواید حرف من رو قطع کنید میتونید حرف من رو قطع کنید و سوالتون رو بپرسید بدون هیچ اشکالی. میتونید که فقط بگید که سوال دارید و من تا جایی که بتونم سوالتون رو جواب میدم. عرضم به حضورتون که موسیقی ما به سه دوره تقسیم میشه. یک دوره دوران قبل از حمله اعراب به ایران که در اون موقع موسیقی ما داره مقام بسیار والایی بود، به این جهت که افرادی بودن در دربار شاه و اطرافیانش که به اینا میگفتن خونیانگر. خونیانگر چند تا وظیفه داشتن؟ سه تا وظیفه داشتن. سه چهار تا وظیفه داشتن. یکیشون این بود که شعر بگن، دومین وظیفه‌ش این بود که موسیقی بگن، یعنی موسیقی رو کمپوز کنن، موسیقی رو بسازن، و وظیفه بعدیشون که شعر و موسیقی رو با هم دیگه تطبیق کنن و اینو به صورت یه تصنیف در بیارن. آخرین وظیفه‌شون این بود که چیکار کنن؟ اینو اجرا بکنن. پس یک نفر خونیانگر کسی بود که دارای تمام چی بود؟ این موارد بود و اینا خیلی مهم بودن. یعنی اگر مثلا شاه میخواست به کشوری حمله کنه، مثلا میگم خسرو پرویز، اول به جای اینکه با وزیر دست راست و چپش مشورت کنه با کی مشورت میکرده؟ با خونیانگران مشورت میکرده. و بعد ما کسایی داریم مثل باربد، مثل نگیسا، مثل نیما که اینا چی هستن؟ اثراتشون و در کتاب ها اسمشون یا ارژنگ، اینا کسایی بودن که چی بودن؟ قبل از حمله اعراب به ایران وجود داشتن. در حمله اعراب ما 200 سال موسیقی نداریم. کی میتونه حمله اعراب مال کی بوده؟ بودن چه زمانی بوده؟ حدوداً چند سال پیش بوده؟ حدوداً 1400 1400 خورده سال پیش بوده. و در این حمله ما 200 سال موسیقی جدی نداریم. یعنی یک پریودی ما موسیقیمون چی هستش؟ موسیقی هستش که مثلا هر انقلاب جدیدی که چیزای قبل خودش رو از بین میبره این نسبتا موسیقی معنی میشه. بعد از 200 سال ما میایم چیکار میکنیم؟ دوباره موسیقی ما ایوالو میکنه، موسیقی ما دوباره شکوفا میشه و افرادی مثل فارابی، مثل ابوریحان بیرونی، مثل ابن سینا، مثل اعظم به حضورتون محیرالدین ارموی، مثل ابن عربی، اینا چیکار میکنن؟ موسیقی رو دوباره میان به صورت علمی بیان میکنن. یعنی چی؟ یعنی برای یه موسیقی کتاب مینویسن و اونو جزء یه سری از علوم قرار میدن که در این علوم اگر کسی بخواست فیلسوف بشه به اصطلاح، یعنی جامل اکناف بشه در تمام علوم، باید چیکار میکرد؟ باید حتما موسیقی رو میدونست. یعنی باید نجوم میدونست، باید ریاضیات میدونست، باید مثلا کیمستری یا شیمی میدونست و در این حال باید چی؟ باید موسیقی میده. که موسیقی ریشه چه درسی هست؟ چه علمی هستش؟ ریاضی. ریشه پنجم چی هستش؟ علم ریاضی بوده در اون زمان. و در موردش کتاب می نویسن در باره مقام ها. موسیقی ما موسیقی مقامی بوده. موسیقی مقامی به این شرح هستش که ما دارای 28 مقام بودیم. خب در قبل از اسلام مقام ها خیلی زیادتر بوده. یعنی ما برای صبح یه مقام داشتیم، برای ظهر یه مقام داشتیم، برای شب یه مقام داشتیم، بعد برای هر روز یه دونه داشتیم، بعد برای هفته یه دونه داشتیم، بعد برای نمیدونم ماه داشتیم، برای سال داشتیم، تازه برای اعیاد داشتیم، برای جشن ها داشتیم، برای عزاداری ها داشتیم. خیلی موزیکالیته بوده. با یک دنیای خیلی موزیکالیته شما چیکار هستی؟
من اجازه میخوام که دوستان خودشون رو به همدیگه معرفی کنن که بدونیم که کی هستیم اصلا اونجا. من آرمان زارین نژاد هستم. آقای زارین نژاد، شما چه کار میکنید؟ چه اکسپوژری به موسیقی دارید؟ من نزدیک به دو سالی از ساز تار رو گرفتم. بابا چقدر عالی، چقدر خوبی شما. من مهرداد اسکندری. بله، ساز تخصصتون؟ گیتار آکوستیک. چند وقت دیدید ساز میزنید؟ دوازده است. بسیار خوب. خانم گل؟ سمیرا اسکندری هستم. بله. متاسفانه سازی نمیزنم، ولی خب علاقه دارم. به چه سازی علاقه دارید؟ کمانچه. چه بسیار خوب؟ رومده اسکندری هستم. بله. من سازی نمیزنم، ولی به ریاده من یونس کوگر هستم. خواهیتون شما سازم کوگهی بود و تار زدم و الان دورای کمپوزیسیون. به چقدر خوب. هر زمان به حضورتون میداشم دورای موسیقی رو داشتم توضیح میدادم. به دوره قبل از اسلام ما رسیدیم، گفتیم که موسیقی مهم بوده و بعد ما یه دوره 200 ساله موسیقی نداشتیم. بعد میام به دوره میانه تاریخ موسیقی میرسیم که دوره محیدین ارموی هستش و دوره ارزم به حضورتون ابوعلی سینا هستش و فارابی هستش و ابوعلی میرونی اون کتاب نوشتن در باره موسیقی. قاسم مراغعی هم بوده؟ جان؟ قاسم مراغعی؟ بله. عبدالقادر مراغعی. عبدالقادر مراغعی. بعد از این دوره خب موسیقی خیلی پیشرفت میکنه به دلیل اینکه کسایی که اونو چی میگن ایوالوش میکنن یا دربارش کتاب مینوشتن یا ازش صحبت میکنن آدم های بزرگی بودن. باز میان جلوتر در تاریخ ما به چه قسمتی میرسیم؟ میرسیم به سلسله صفویه. در سلسله صفویه چه اتفاقی میفته؟ مرسی میاد جایگزین. خب چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ چه چیزی جلو میشه؟ مذهب شیعه میشه. خب در وقتی که مذهب عوض میشه، خب خود موسیقی هم چی میشه؟ باز مسیرش عوض میشه، یعنی موسیقی قدغن میشه. و بعد وقتی که قدغن میشه، اون وقت اون مسیر علمی موسیقی تبدیل میشه به مسیری که یه عده‌ای موسیقی رو ارزم به حضورتون که پرکتیس میکردن یا از موسیقی استفاده میکردن که اونا چی بودن؟ جزو طبقه طبقه پایین جامعه بودن، یعنی بهشون بودن لوتی و مطرب و آدمایی که موسیقی رو به عنوان ابزار کارشون استفاده میکردن. نه که اشکالی داشته باشه، ولی اون مقام علمی موسیقی چی میشه؟ متاسفانه از بین میره. به اون اندرستان اصلا شما اگر تالار عالی واپو تشریف برده باشید، اونجا یه اتاقی هست به اسم اتاق موسیقی. خب بعد میگفتن که این یه سالونی هست که خودش موسیقی پخش میکرد از اون بالا. درسته دیگه خب هم چیزی که امکان نداره، یه عده موسیقی میشستن اون بالا، ولی برای اینکه دیده نشن خب اینا رو بالا میذارن. سیستم آکوستیک. باز سیستم آکوستیک استفاده. بعد از دوران صفویه باز ما یک دوران خیلی متلاطمی داریم که نادرشاه افشار میاد و بعد کلی شاه این وسط عوض میشه و تا میرسه به دوران قاجار. باز در دوران قاجار چطور میشه؟ رنسانس موسیقی ایران در دوران قاجار به وجود میاد. خب حالا چیزی که در قبل پرکتیس میکردن بهش میگن oral tradition. oral tradition یعنی اینکه موسیقی سینه به سینه، یعنی من برای شما موسیقی رو میگم، شما به نسل بعد میگید و نسل و همینجوری این ادامه پیدا میکنه. اشکال این چی هستش؟ فکر میکنید اشکال این هستش؟ تحریف میشه موسیقی، یعنی شما به من یه چیزی یاد میدید دیگه. علمی بودنش خب موسیقیه، خب اون که فرمش همون شکلی هست، ولی سیستم به این شکل هستش که یه چیزایی که من علاقه دارم خب اونا رو ثبت میکنم و یاد میدم به نسل بعد. یه سری مسائل فراموش شده داره و بزرگترین اشکالش این هستش که قدیم که انتی بایوتیک و نمیدونم قرصای عجب غریب ویتامین اینا نبوده، آدم ها مثلا 30 سالگی 40 سالگی فوت میکردن به دلیل خیلی ساده، یه اینفکشن ساده دستشون زخم میشه به فوت میکردن. خب من رفتم 50 سال مثلا پیش استادم چیز یاد گرفتم، موسیقی یاد گرفتم، خب تمام این مقام ها و گوشه ها رو همه رو من یاد داده، خب حالا که نوبت من هست که به نسل بعد یاد بدم من میافتم میمیرم. یعنی تمام این اینفورمیشنی که اکیمولیت شده در این چند دین و چند سال همش چی میشه؟ از بین میره. همش از بین میره.
خب شده. در دوران قاجار به خاطر اینکه خط موسیقی به وجود میاد، یعنی خط موسیقی به ایران وارد میشه، خط موسیقی از اروپا به ایران وارد میشه که توسط فرانسوی ها و به خاطر اینکه مارش نظامی درست بکنن در ایران اومد و آموزش داد، اومدن گفتن خب حالا ما بیایم چیکار کنیم این موسیقی که موسیقی پراکنده که داریم تبدیلش بکنیم به یک موسیقی که بتونیم اینو انتقالش بدیم به چی؟ به نسل دیگه. اومدن صحبت از ردیف موسیقی ایرانی کردن که اولین کسی که این پایه رو بنا گذار آقا اکبر خان فراهانی بود و بعد ایشون اومد گفتش که حالا که به این مقام های مختلفی که داریم که مقام نمیدونم بوسلی که از مقام ارزان به حضورتان عشاق هست، مقام نوا هستش، بیم اینا رو تبدیل بکنیم به یک دستگاه و از این دستگاه چیکار کنیم؟ به عنوان یک مرکز ثقلی برای آموزش و بهش بگیم رپرتوار موسیقی ایرانی که اگر خواستیم هر جا اینو ما ببریمش بگیم یک کتاب هستش اسمش رپرتوار موسیقی ایرانی و همه فرمش موسیقی ایرانی این تو هست. حالا هر کسی درست روایت‌های مختلفی از این هست ولی در مجموع همشون بعد این باورن که این اون اساره موسیقی ایرانی هستش. خب بعد از آقا اکبر خان فراهانی ما میرزا عبدالله داریم و آقا حسین قلی داریم و بعد افرادی مثل استاد علی‌نقی وزیری که در اروپا تحصیل میکنن و ابوالحسن صبا و آدم های دیگه که خط موسیقی بلدن و میان این را چیکار میکنن؟ شروع میکنن نوشتن. شاگردای میرزا عبدالله و آقا حسین قلی میان این را چیکار میکنن؟ موسیقی رو شروع میکنن نوشتن و اون چیزی که امروز اینجا میبینید به این شکل که ردیف به دستگاهی موسیقی ایرانی هستش این چی هستش؟ این اصلا meant to be که اینجا باشه در دست این چی هستش؟ این ردیف موسیقی ایرانی هستش. خب حالا میخوام امروز بحث ما درباره این ردیف دستگاهی هستش. من تز پی‌اچ‌دی‌م بر اساس ردیف موسیقی ایرانی هستش و بر اساسی که اینو به سخت ترین راه ما بتونیم به کسایی که هیچ نوع اکسپوژر یا هیچ نوع اکسپوژر نمیدونن چی میشه به چیز هیچ زمینه فکری این زمینه قبلی بله این زمینه قبلی از این زمینه در این زمینه نداشتن شناخت. اینو بتونیم هیچ شناخت قبلی نداشتن بتونیم چیکار بکنیم اینو بخوام توضیح بدیم به چی؟ به اونا. حالا من این کار میخوام براتون بکنم اون ظرف ده دقیقه قراره بدونیم که این موسیقی از کجا میره و به کجا میره، یعنی مختصاتش رو چیکار کنیم به دست بیاریم. خب ما چند تا نوت داریم در موسیقی؟ چیا هستم؟ دو فصل است. اولین نوتمون چی هست؟ دو. خیلی خوب. دو چی هستش؟ درجه چندم هستش؟ درجه یک دیگه. این درجه یک. بعد چه نوتی هست؟ ری. ری بعد؟ می. بعد؟ فا. بعد؟ سول. بعد؟ لا. بعد؟ سی. بعد؟ دو. دو. چرا میگیم بعد دو؟ چون یه اکتاب میشه. یه اکتاب میشه. یعنی به این هشتو میگن یک اکتیو. درسته یا یک اکتاب؟ درسته؟ ها. چرا یک اکتاب مهمه؟